قوی شو اگر عزم زندگی داری، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. شاه مردان علی فرمون چرش لعنت مشالله. سلام علیکم ننه. سلام بروی نشستت ننه جون. بابا سوسات پنج وضو گرفتم. پس قبول باشه. نو کرتم ننه. لا حول ولا قوت الا بالله. کوتم نکن باد میبرتم. فریدون بیدار شده؟ آره داشت سر حوض وضو میگرفت. راستی باریکلا بنازم با اون عقیدش. الله اکبر الحمدلله از نو بسم الله. پروردگارا درد دردمندان روا، حاجت حاجتمندان روا. 145 145 خدایا ما را بیامرز و ببر. خدایا گناهان ما را ببخش. 48 نو شد 150. خب واسه امروز بس. خیلی گردن کلوف میشم. یه 500 تا میل میگیرم. ننه صدایی از داشم نمیاد. نمیدونم والا. نکنه پدر سوخته خوابیده؟ سوال جمعی آی مهندس، تو که خوابیدی؟ پسر ننه میگفت داشت وضو میگرفتی. پاشو پسر، تو چرا پا نمیشی؟ الان همه مهندس ها سر کارم، تو گرفتی خوابیدی، پاشو. داداش جون نمازم هم خوندم، پاشو بله. و اون نماز که تموم شد تازه باز ورزش کنیم. یعنی هفته یه روز هم تعطیلی نداری؟ دیگه. ولی قانون کار میگه هر کسی هفته یه روز تعطیلی داره. جون ما آره؟ که قانون گفته، قانون کار گفته. آره خیلی خوب، حالا ما هم قانونیش میکنیم، بارونیش میکنیم. چی کار میکنی؟ خیسم کردی آقای مادر گفته. بیا من از دست این داشمت خلاص کن، تو معلومه چته. آره که معلومه. میخواستم یادت بیارم یه روز تعطیلی تعطیل کاره، اما دو چیز تو این دنیا تعطیل بردار نیست. اول عبادت خدا، دوم رسیدن به تن و قوی شدن بدن. روشن شو؟ آره روشن. آخباری کلا پسر خوب، حالا یه پاش شلوارتو بکن پات، بیا ناشتایی بکن. که میشه تو هم زن بگیری و حال ما رو بفهمی. خودتی. حالا به تو میگم پسر حسابی، جای همه حرف شنویات و نماز خوندنها تو جشن خط سرون پسر تا صبح میرخصم. یعنی تو بلدی؟ زکسه بلدم. ننه این چی میگه؟ بهش بگو، بگو که من اوستای رخصم. میدونم ننه. خب بیا ننه یه دهن بیا. ایفا خدا مرگم بیا. یالا جون من یه دهن بیا، حالش کن که تو هم این کاره ای. ایفا خاک عالم دست بردار احمد جون، من کی از این کاره کردم ننه. ولی کاری نداره که، نگاه کن پای چبقه پای راچی رو دیدی دا این داری دا دا دیدی ننه این کاری دار. اینه میگن رفت ناشتایی تو بخونه. شیر و مادر داشم چند وقت دیگه صاحب پسر میشه. اما ننه مرحب، مرحبا با این پسر تربیت کردنه. لیسانسی مهندس دست وریزا. خدا سایه ای تو را از سر این کم نکنه. پدر زنش انقدر دوستش داره که ممکنه فردا پس فردا معاونش بشه. عروس دومات خوب به هم میان، این مهندسه اونم دختر رئیسه. ما رو باش میگفتی فریدو تو بهر این کارانی. چطوری قاف دختره رو دوزیره گرفتیش؟ حالا نمیشه خمه چمشم به ما یاد بدی؟ ول کن تو رو خدا داداش احمد، ما که پیش تو همیشه لنگ انداختیم، هر چه بلدیم تو یادمون دادی، از تو یاد گرفتیم. چاخوسای شاگرد کلاس خودمه. خب امروز نهار چی می‌خوری؟ من میگم داداش فردا صبح باید کارخونه باشم، تا احوال خیلی بابا دست خوش. من بیدارش کردم، حالا زودتر از ما میخواد بذاره بره. من زن دارم داداش. پا بگو چشه این سفر که اومدم اهواز میام، چند روز پیش تو میمونم. به همه سلام برسون. خدا به همرو سلام برسون. خیلی دوستش دارم ننه، ریشه جونمه. کی اون کارگرا رو بیرون کرده؟ من. ادامه بده. کی جلوی اون دزدیا رو گرفت؟ من. کی اینجا همه کار است؟ من. تو؟ به چه جهت؟ فراموش کردی؟ من یه عمر تو این کارخونه جون کندم، تو سرما و گرما زج کشیدم، حالا نمیذارم با استخدام چهار تا مهندس همه کاره بشی. آقای آذری، سهم من نصف درآمد این کارخونه است. 50-50. عجب که این تو جمشید، کاری نکن که مثل یه کارگر ساده از اینجا بیرونت کنم. اینو تو اون کله پوکت فرو کن. مالک اینجا منم و اگر تو سهمی داری بدون مدرکه، فقط من میدونم و هر وقت دلم بخواد میتونم. فراموش بکنه. به تبریک میگم ناصر، با این دستگاه جدید که راه انداختی حالا کارگر کمتر میخوام، درآمد جمشید خانم کم میشه. آره دیگه نمیتونه به اسم کارگرها بره دزدی بکنه. ناسلامتی آقا شریک، تعجب میکنم. شریک؟ اون شریک دوز و رفیق قافله.
میبینی چه دستگاهیه؟ با اون تابلوی که ساختن دسته رو که بزنی همه ی کارخونه را میفته. باریکلا میخوای جمشید خانه واسط قربونی کنم که چش نخوری؟ نه دیربزه، آخه میترسم نفت گوشش به درد لاشخورا میکنه. داداشت چطوره؟ حالش خوبه، قراره بیاد اینجا چند روز پیشمون بمونه. اون دفعه که اومده بود خیلی بهمون خوش گذشت. خب حالا حتما میاد. آره وقتی گفته میاد خب میاد دیگه. فریدو خان تکلیف این کارگرها چی میشه؟ حسابشون رو تصفیه کنیم برن. دستگاه مثل سازندش خرابه. من تعجب میکنم جمشید خان، شما که باید خوشحال باشین. این دستگاه ها من و ناصر سوار کردیم، خودمونم میدونیم چه کنیم. شما بهتره به کارهای دیگه برسید. فریدون خان معذرت میخوام، آخه جمشید خان شریک پدر. بله ایشون شریک آقای آذری هستن نه رئیس من. ناصر جون ساعت 8 دستگاه روشن کن. اینجا چه اومدی ما؟ اومدم بگم دوستت دارم. خب داشتم میومدم دفتر. آخه جلوی کارمنده که نمیتونم داد بزنم. من حاضرم جلوی کارمنده بگم دوستت دارم. چاسی فرید مازرا این واسه برای مردم یه مقدار دیگه میگم که جاسه بگم جاسه باشه. سلام دکتر. سلام دکتر. سلام باشه. این واسه برای انتشار کاغذ لازم. باز این حرفا رو به من میزنی؟ تو خودت همه کاری ترتیبشو بده. بیا بریم به جمشید بگم برات آماده کنه. متشکرم. جمشید خان بله. فریدون برای انفجار مقداری دینامیت میخواد. کارشون رو راه بندازید. این وسایل رو بهشون بده. متشکرم. با من که متشکرم آقای یاسر. 11 تا دینامیت یک دستگاه این برای فرهاد صبح خیلی کلفته ها از شی شوهر من. آقای آذری خیلی هواتو داره. چرا نداشته باشی؟ حتی آذری با شریک بشه. مریم شوخی میکنه. نه خیر هیچ هم شوخی نمیکنم. تو اگه حاضر باشین همین امروز به بابا میگم. بابا میدونه اگه تو نباشی کسی نمیتونه اینجا رو اداره کنه. آها مرمون کرش لحنه. ناصر قرارمون فردا ساعت 8 صبح. تا فردا خدافظ. از وقتی دوباره تو کارخونه دزدی شده ناصر چیزش خیلی ترسیده. خب بایدم بترسه، دزدش هم که هنوز پیدا نشده. راستی خبری نیست؟ نمیدونم آقای مهندس، از باباش بپرس. بذار ببینم صدا میکنه. هیچ خبری نیست، حتما رفته مدرسه. مدرسه؟ آره. یه سرپوشم براش درست. سر 8 میشه. آره بریم. تو برو پای تابلو. در اجاره میذارم. خیلی خوب. نری جون حاضری؟ آره ناصر تو حاضری؟ Thank you.
برو جاندارما رو خبر کن. نه نه باور کنید من تقصیری نداشتم. نوکر پالتو شم یه دنیا دوستش دارم، میخوام این پالتو مشکی رو بپوشه گنده تر بشه، تا وقتی از دور پیداش میشه همه بهش میگن سلام آقای مهندس. جو جیگرشو برم. جیگر پالتو رو بری؟ نه خیلی که پالتو که جیگر نداره، جیگر داشمو به جون تو یه عالمه دوستش دارم، اونم منو دوست میداره. خدا نگرش داره. بگو ایشالله. ایشالله خایره بزن بریم، خیلی را داریم. داشت میدونه میری پیشش؟ والا دقیقا نه، تازه اگرم میدونست اینقدر سرش تو کاره که حواسش به ما نیست. اختیار دارید مکه ممکنه، اونم شما که داشت بزرگترین. آره اما یواش یواش این حرفا داره قدیمی میشه، قدیما بیشتر آدم ها جور بودن، معرفت پیش کسوتی همه چی سرشون میشد. گرچه قرونش برم فری ما مثل خودم تا ما نشینیم نمیشینه، حرف ماست. اینقدر آغاز که نگو، الهی دورش بگردم، صد معرفت از هیکلش میریزه پسر. آخه بچه اشکون بده تیرونه، بچه های اصلا باد همه با معرفت هم. قربون مرام دولا پهنات. بیا علیقا جون، اینج ده تومن مال تو. خدا برکت باشو برم. باشو داریم اسمالا باشو رایشیم که خیلی را داریم. همیشه خوب و بد بوده، همون روزگارهای قدیم اون وقتا که ما واسه ننه با تحصیل داشت فریم و شب و روز جون میکندیم، خوباش خوشحال بودن و بداش برامون پاپوش درست میکردن. محکوم شدیم، محکوم کردیم، ولی خب حق به حقدار رسید. حالا ماییم و یه داشت مهندس اسم الله بگو خدا حفظش کنه. خدا حفظش کنه. سلام مارم بهش برسون. سلام خوشگی خالی. آره دیگه دادا ما یه دارش میکنم پسر، دو تا ماچ میکنم بغرش، آتش کن بریم جیگرت برم الهی. من که مریض داری؟ میدون شوهر من بود، باید قاتلش پیدا بشه. جمشید خان شما چرا حرف نمیزنین؟ شما که همیشه از اون تعریف میکردین، هرچی باشه زحمات اون برای شما استفاده داشت. مریم خانم صبر داشته باشید، آخه از دست من و پدر شما چه کاری ساخته است؟ خودتون خوب میدونین من و پدرتون چقدر به فریدون علاقه داشتیم. همه کارهای کارخونه دست مهندس فریدون بود. اون که بد نکرده بود، اون که دشمنی نداشت. مریم جون هیچ کس با اون دشمن نبود، حتی ناصر که دستگیر شده. ناصر؟ یعنی ممکنه؟ یه رفیق مثل یه برادر؟ نه من نمیتونم باور کنم اون بیگناه رفته زندان. دخترم منم باور نمی کنم، ولی مال دنیا، مقام، حسادت، چی بگم، افکار شیطانی، حتی یک اشتباه ممکنه سبب این کار بشه. با اون وقت اون فاجعه رو به وجود بیاره. نه غیر قابل باوره. یعنی اینطور اینقدر بی ادارتی؟ جواب احمد برادرشو چی بدم؟ چند روز بود که مرتب می گفت دادشان می خواد بیاد پیش ما، می گفت می که زن داداشیشو ببینه. هر وقت می آمد می گفت زن داداش من فریدون قدی دنیا دوست دارم. پدر احمد آدمی نیست که به این سادگی قبول کنه که برادرش مرده. سرعتی رو پیدا می کنه. میروم بار دیگر تا ببینم روی تو، میروم بار دیگر تا ببوسم. Come on!
جام تلفن میکنی به من؟ من تو کارخونه پیش داشم هستم. برو به سلامت، دست علی همراه. ماشاءالله. چی رو؟ مرغ طرف رو رد کن بیا. رد کن بیاد، خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. حوازی روزی مون زیر اون شلیت هست الان درش بیاد. بیلا که خجالت بکیر چی اینجا شما با این قد و قواره شطوری تو خجالت نمیکشین؟ زنی گفتن، مردی گفتن. آخه این مرغ ما رو دزدیده. دزه؟ آقای ریش به جون شما نباشه، به جون سه تا بچم، یکی هم تو شکممه، به جون چهار تا بچم دروغ میگه. من اصلا مرغ ندیدم. اگه شما محرم بودین میبردم تون اون پشت میذاشتم همه جونمو بگرد. فرمودین چی گفتن؟ بله، ولی ما محرمی بود. تابو علفی ببین چونه بعد این پالتو خیلی عزیزه. حالا اون ساک مهم نیست، ولی این پالتو نباید خاکی بشه. میری یا خودتو پالتو و ساکو بفرستم لباسشونی؟ حکس اگه کی باشی؟ بیدیار آقای ریش صبر کن آقا نایا پیش، منظوری نداره. میگه شما نمیتونین، خودتونم میدونین نتوانی. نتوانی بگیر تا رفتی لباس شویی، پولش بذار به حساب ما. حالا چی میگه؟ صبر کنی، حالا ساکو خراب کردین ایبی نداره، خوبه پالتوه زیاد خراب نشد. جونم بسته به این پالتوه. این باشه خدمت شما. بفرمایید آقا، من میخواستم بپرسم تو این منطقه مزنه برگ چوندر چنده؟ از قیمت مرغت که زیر شلیته طرفه بگذر. بیا کانسپت شو برو پیکار داغی ریش. بیا چی؟ ماما طرف بودن قرون شما بی معرفت ها بدون خداحافظی هم گوشتن رفتن. آخی بمیرم الهی، دستتون درد گره. نه آدم ساکوریه؟ چه دستی، چه طالعی. کف دستتون نشون بده که یه نفر دوست داریم، یعنی خیلی هم دوستش داریم. آره داداشم. عاشقشی؟ اونم داداشم، امروزم میبینمش، اونم داداشم. خب آره چیزی، یه نفر رو دیدین که اونم شما رو دیده، ولی نگین داداشم ها. نه دیگه، این
که شمایی. بازم زیارتتون میکنم، یعنی این فعلا بری این چهار تا بچه ها دارن گریه میکنن. ای بابا بچه، من بابای بچه رم ندارم، چه میرسه به خود بچه. اصلا میخوایم براتون بگم نه. من چی کنم؟ فعلا ترمز کنین، بعدا. آره بعدا باش. خدا انا بر خدا چقدر بیه خود سرم مرخو چی کار کردی؟ ای بابا ای بابا ای بابا بابا ایوالا ما رو بگو چه سیاهی شدی. بازم چاخان کنا، بگو اون مرغ نبود، کرگدن بود. به خدا من منظوری نداشتم، میبخشینو. خدا ببخشه مادر چهار تا بچه، زیفه از رو نمیره. خدا به داد مردی برسه که شوهر این بشه، سر یه هفته پشت روش میکنه. میروم دیگر تا ببینم روی او. قربون علی خدا قوت، بازم که کز کردی زیر درخت چنار. یالا شما این احمد آقا. خودم هم چی بگم احمد آقا، خدا نابودشون کنه، خدا ذلیلشون کنه، بیرحمان. مش قربون، قربونت برم. تو دیگه چرا؟ تو که سرد و گرم روزگار رو چشیدی چرا این حرف رو میزنی؟ بیا این پول چایی رو داشته باش. فرزندم خدا بهت صبر بده، خدا بگم چیکار کنه اونایی که صبر. قربونت برم. دعا چم بگه جون بچه هم. بگو الهی آمین، بگو آمین. سلام احمد آقا. سلام مشت عبداللهی گل گلاب داشم اومده منزل. خدایا کمکم کن، چطوری بهش بگم کاش منم مرده بودم، کاش به دنیا نیومده بودم. بذار من چقدر بد. صبر داشته باش، خود مقاومت کن، بالاخره اون باید بفهمه. بیا از داله چطوره مشت عبدالله؟ ببینم هنوزم دعا میکنی؟ حسابش یادم نرفته، از اون دفعه که اومدم اینجا 3 ماه و 4 روز گذشته، در واقع 64 دفعه صبح پشت سر دعاشم گفتی خدا پشت و پناه. فعلا دستم بنده، فردا بیا پول دعاهاتو بگی. میروم بار دیگر تا ببوسم روی او. دخترم اینقدر گرگه نکن، من یه جوری بهش میگم. آقای آزری خودتو کن. جناب آقای آزری. سلام پدر خدا. چطوری آقای آزری؟ ماشو بزر بخل ریش نوکرت هم. میگه نه به این راه درازه، نه به این استغفرالله. به جون شما اگه عشق دیدار و علاقه و این صحبت ها نباشه ها، با 10 تا مسلسلم نمیشه این راهو گز کرد. هر چی میای مگه میرسی؟ آخه اینجا هم جاست، شما اومدی کارخونه ساختی، ما کجا شما کجا؟ بفرمایید. یا الله نمیدونید چه مصیبتی داشتیم تو این یتی که راه خاکی شدیم، عین امیرالسلام نامدار با تمام درد سراش، گله به گلش گرفتاری، کلی مردوز، دوزای سرگردنه، بزن بزن، فالگیر، تجاوز. آخ چه کنیم که ریشه جونمون اینجاست. سلام زنده داشت، چرا گرگه میکنی؟ زغزره شدی بردشت ورده دیدی؟ بیا بیا ناراحت نشو، واسه شما هم سوغاتی آوردم، از آب گذشته است، قابلی نداره. میگه هرچی از دوست رسد نیکوز. این پالتوره واسه آقا مهندس رو بردم. من میرم بگم برای تو چایی بیارم. آقای از موهر اصله، فکر میکنم دوخت هنگ کنگ باشه، تو بازار کویتی ها خریدمش، اندازشه. اینو بپوشه دیگه مهندس مهندسه. برو صداش کن بگو بیتونم. چرا گریه میکنی؟ فریدون کجاست؟ اون کی میاد؟ اون دیگه نمیاد. نمیاد؟ اونو کشتن. Thank you.
جون من راحتم بذار بیداش. امروز تعطیلیه، بذار بخوابم. من بمیرم بیدارم نکن، خیلی خوابم میاد. دیگه چه خبره؟ اینجا که میتونم بخوابم. اینجا که خونه اونا نیست. میخوام باید مچ بندازم داداش. تو کارخونه کسی نمیتونه منو ببره، ولی شما چیزی دیگه ای هستی. هیچ وقت نمیتونم محبتهای شما رو جبران کنم. اگه 100 سال عمر بکنم به اندازه یک روز نمیتونم تلافی کنم، ولی قول میدم واسه داداش خوبی باشم. فریدون عزیز همه ما بود. من و فریدون سری از هم سوا بودیم. اون دوست من بود. از آقای آذری شنفتم اومدن اینجا، گفتم بیام بهتون تسلیت بگم. در واقع فریدون حامی من بود، حامی خودم و سرمایم. حتی بعضی وقتا واسه خاطر من با آقای آذری در میافتاد. آره، اون از بچگی هم واسه این اون دعوا میکرد، میگفت هر کی حقی داره. اما آخه چرا؟ این پاداش خوبیه یه آدمه، این موزشه. بله، شایدم قربانی همین افکار شد. افکاری که عده‌ای رو خوشحال میکنه، عده‌ای رو هم دشمن. وقتی فریدون وای میستد و میگفت آقای آذری شما به پولتون مینازید، اگه جمشید نبود شما الان هیچ کاره بودین. فکر میکنه آقای آذری خوشش میامد؟ هرگز، چون به نظر آقای آذری باید فریدون حقو به اون میداد. و اینجاست که دشمنی شروع میشه با 1000 نقشه و تهدید. یعنی منظور شما اینه که آقای آذری تو قتل برادرم؟ نه نه، هرگز نه. اینو به طور مثال گفتم. از روزی که اون اتفاق افتاد تا حالا 1000 جور فکر کردم آخه چطور میشه ناصر قاتل باشه. ولی خب تمام شواهد نشون میده کار اونه. اینطور مواقع خیلی ساده میشه یک نفر قاتل معرفی کرد. چرا راه دور میرین؟ شاید فردا یکی هم گفت کار منه. حالا من چرا؟ لابد از همین حرفا که گفتیم منافعم در خطر بوده. در صورتی که تنها کسی که از منافع من دفاع میکرد فریدون بود. پس به نظر شما هیچ کس مقصر نیست؟ از قیب یه نفر تیکه تیکش کرده؟ نه، ولی ثابت کردنش آسونیست. شاید همه قاتل باشن، شاید هم یه نفر که الان داره راحت و آسوده واسه خودش میگرده. چه همه مقصر باشن چه یه نفر، دهانشو واز میکنم. اگه ناصر قاتل باشه لای میله های زندون لهش میکنم. مشت همیشه نمیتونه بسته باشه. چون من وازش میکنم. معذرت میخوام، تا جایی که ممکنه کمکم کنید. اون که باید میونه ما از بین بره قاتل برادرمه. نه شما، نه من، نه حتی ناصر که تو زندونه. ساعت میشه قربان. سلام سرکار. سلام احمد آقا. خونوادش پیششن. باشه، صبر میکنم. کی میفرسین شهر؟ به دستور دادستان برای تکمیل پرونده و بازجویی از اهالی 2 هفته نگرش میداریم، بعد میفرسیم شهر. یعنی اون قاتل برادر منه؟ والا راست شواهد پرونده اینطور نشون میده. فریدون که رفیقت بود. همه میگن من این کارو کردم. همه میگن من این کارو کردم. یواش یواش منم دارم باور میکنم. به جون منصورم کار من نیست. من جونمو برای فریدون میدادم. من هنوز دسته رو نزده بودم که دستگاه منفجر شد. کارگران وقتی منو پای تابلو دیدن به
لااقل تو یکی باور نکن. به خدا من مقصر نیستم. من شبا میترسم. پسر قشنگم من اینجا کار دارم. برو من شب بیام. پس چه دیشب نایمدی؟ آخه دیشب اضافه کاری میکردم. میخوام پولدار بشم. پولدار بشی واسه ماشین کوچه میخری؟ آره بابا جان. همه چی برات میگه. همش بهونه تو رو میگیره. داره دیوونم میکنه. خدا. به خدا ایمان داشته باش. خدا جای حق نشسته. میگن آدم اگه بیگناه باشه خدا کمکش کنه. صبر داشته باش. جواب این بچه رو چی بدم؟ بفرمایید. بخت من نمیره. پسرم چه کنم؟ من شب حتما میام پیشه. حالا تو با مامان برو خونه. من شب که اومدم برات یه ماشین میخرم. باشه. منصور جون امو رو نمیشناسی؟ یادت اون شب با امو فریدون اومده خونتون واسه موتور کوچولو خریده بود یادته؟ شما واسه ماشین میخری؟ بله که میخرم، یه ماشین گنده واسه میخرم. بریم طلعت خانم، من حرفای شما زن و شوهر شنفتم. خودم هم از اولش حرف میزدم این کار نمیتونه کار ناصر باشه. آقای آذری میگفت اون دستگاه رو با هم دیگه ساخته بودن، آزمایش هم کرده بودن. خب چطور ممکنه ناقافل منفجر بشه؟ حتما یکی خرابکاری کرده. ببینم خونتون از این ور بود؟ آره همین وره. برو بریم خونه. ولی این حرفا به من نمیچسبه. من خودم از اون ماجرا ناراحتم. هر کاری هم از دستم بر اومده کردم. البته این حرفا رو برای احمد آقا جور کن، نه برای من. بیچاره ناصر، حالا به احمد چی میخوای بگی؟ هر کمکی بخواد بهش میکنم. گوش کن آقای آذری، اون قاطره برادرشو میخواد. پس پشت کوام نیمده. اومد لاغل یه نفر برای خودت میگردن. این همه ثروت رو میخوای چی کار؟ سعی کن راحت و طبیعی بمیری. سهم من 50-50 میفهمی؟ خیلی مواظب باش. سلام احمد آقا. سلام. سلام احمد آقا. بفرمایید. قربون شما. والا نمیدونم چطور بگم. فریدون تنها برادر شما نبود، پسر منم بود، شوهر دختر من بود. جوان، جدی، فعال، حتی بعضی وقتا با ما دعوا میکرد راجع به کار، حق کارگرا. البته اون دعوا نون حلوا خیر نمیکنه. بالاخره یکی میزنه یکی هم میخوره، یکی میکشه یکی هم کشته میشه. از اینکه شما به فریدون علاقه داشتین که شکی نیست، حتی جمشید خان. واقعا همینطوره. ولی اگه یه برادر قتل برادرشو به همین سادگی و بدون چه میدونم هیچ تعصب و دلسوزی قبول کنه، باید بالا خونشو اجاره داده باشه. کاملا بهت حق میدم، ولی باید اینم قبول کنی که اتفاقی بوده. ما درباره قتل برادر شما هر کاری لازم بوده انجام دادیم. حاضرم بازم به شما کمک کنم اگر واقعا به کسی یا کسانی زنین هستین. نه نه نه، فعلا که نه. میگن قاتل بالاخره سر جای اولش برمیگرده. ما میخواستم فقط چند وقتی اینجا باشم، تو خونه برادرم، واسه این که سرم گرم بشه. خب یه کاری هم باشه میکنم. اینجا متعلق به خودته. نظر شما چیه جمشید خان؟ اختیار داریم، من که حرفی ندارم. Oh, shit.
خبر دادن که سلمان همون کسی که از انبار شما دزدی کرده بود اینجاها پیدا شده. شما ندیدینش؟ ازش خبری چیزی نداری؟ اگه من خبر داشتم که اول به شما میگفتم. راستی ماجرای ناصر به کجا؟ هیچی. میکنم. خیلی متشکرم. حامدی دنبالت میگردن. اگه نمیخوای تحویل بدم برو پیش جبار. آخه من تا کی میتونم اونجا منتظر بمونم؟ وقتی سر صدا بخوابه منم بفهمم احمد چه نقشه‌ای داره. به جبار بگو یه جایی امنی قایمت کنه. من خودم میام ترتیب فرارت میدم. برو. فریدون بود پس کجا معلوم فردا نوبت من نباشه یا یه بدبخت دیگه و شما انگار نه انگار آخه چرا باید فریدون کشته بشه خدا بد نده چی شده شما که عصبانی نمیشدی احمد آقا دارم کلافه میشم یه دستی داره بین ما آشوب میکنه میخواد همه چیزو از من بگیره آره اتفاقا از ما میخواست بگیره از شما مگه اتفاقی افتاده نه میخواست بیفته یه نامردیشم نزدیک بود ما رو نفله کنه مثل این که فهمیده ما هم دنبال کسی میگرد فهمیدین کی بود؟ آره تو صورتش یه علامت گذاشتم که گم و گور نشه بیرن بلند دستمال سر آره شکلش یادمه هرچه ببینم میشتسم اینجور چیزا رو معمولا کولی مولیا میپوشم پس لازم شد یه سریم به کولی مولیا بزنیم اونجاها نرین اونا خطرناکن خطر آدم رو هوشیار میکنه اختلاف شما دو نفر چند تا نقطه کم و زیاد حلش میکنه اما حساب من حساب انتقامه حق آزادی یه بیگناه که دور از زن بچهش داره عمرش تلف میشه تا زخم صورتش خوب نشده باید رفت سراغش بهش میکنید قاتل برادرتون همون باشید قاتل نباشه قاتل شناسه باشید فقط خواهش من اینه که دندون رو جگر بذارین از این موضوع به کسی چیزی نگید دیشب رفته سراغ احمد آقا امشب هم ممکنه بیاد سراغ ما دیگه آب خوشک گله اون پایین نمیده عمو جون سلام دیدی برات ماشین کوچی خریده خوشت میاد حالا یه بوس بده عمو ببینم بده به من بده به من راش بنداز مرد مرد چه غذا تون میره عمو من بیه ماشینم ببین باشه دیشم بسش خیلی گریه کردم ببین چه ماشین خشنگی داری این با برق کار گوشت بیار بنزین نمی سوزونه هواره آلوده نمی کنه باید بابا هم بیاد ماشینم ببینی دلت میخواد خودت راش بندازی نه تو بگیرش بدش به من بده به من هر کاری تو بگی من واسط میکنم دست با من میتونی بکنی بله که میتونم وقتی این ماشین واسط خریدم خب دست بابا تا میتونم واسط باز کنم پس برو بیارش خونه چه خبر؟ رئیس پاسخو گفت هنوز چیزی پیدا نکردی ولی من پیدا کردم کیو؟ یه نفر که اگه قاتل نباشه لااقل میتونه بگه قاتل کیه دیشب اومده بود سراغ ماما رو ببینه شما رو ببینه؟ اما نگاه که چقدر تو این؟ آره اگه دیر جنبیده بودم منم میرفتم پیش داداشم ناکس فرار کرد نفهمیدین کی بود؟ چرا؟ یه بادم جون دلمه ای کاشتم زیر چشش تا گم نشه اینقدر میدونم که کولی بود کولی ها؟ همینه ای که پایین این کوه هستن این به اون کفش پاشنه بلندان میخوره اگه میخواییم برین محله کولی ها خیلی احتیاط کنیم ناصر میگه تو اونا آدمای ناباب زیاده یه وقت خدا نکرده بالاخره باز رفت این موضوع رو به کسی نگو طلعت خانم من میرم محله کلیا چون ممکنه طرف بپره قول میدم شوهرت آزاد بشه راه نمام پیدا کردم کارا برعکسه سلام علیک آقای ریش پارسال دوست امسال آشنا میخوای برات فایل بگیرم دست نگرد این دفعه نوبت منه بینا من تو رو کجا زیارت کردم کلن کف دست بده بینا کف دست نشون میده یه نفر رو یه دفعه دیدی حالشم دارم میبینم به
باری کلمه بود ششم. آره اینجاش ناجور بود. بله اون یه نفر میخواد ده آخرشو بگو. اون یه نفر هم میخواد منو ببینه. جونه با آره اسمش هم احمده. احمد آقا اسم منم سنوبره. چند نوبره؟ سه نوبر شب محل کلیا دیدنیه. بهش بگو اگه نیایی به ضررته ها. سامن و تاعت خیلی دلم میخواد محل کلیا رو ببینم. راستی مرغه چطوره؟ مرغه؟ وای بلش کردم دی. چون من اصلا مرغ دوست ندارم. من عاشق خروسم. ای بابا طرف خروس بازه. ببین این برو یعنی بیا. بریم به جهنم. بذاریم به حساب اون برسیم. یا اینم سهمه تو. بابا ای بولا این که نصفش هم نیست بقیهش چطور میشه؟ اما شمیه بخیر بیشتر از این هست. خیلی خوب بیا اینم بیستای دیگه. بگه اینجوری هم تا سنار آخرش هم میگیرم. خیلی خوب داد نزن. بیا اینم صد تای دیگه روش. خب حالا ببینم راضی شدی یا نه. ای سلام جمشید خط. خیلی خوش آمدین. چه عجب یاد ما کردین. خیلی خوش آمدین. چشم سنوبر تو برو بعدن میام پرلوت. این دختر تازه است؟ شما تازه دیدین. یاد باشه بازم ببینم. شما هر وقت کارتون گیر میکنه میایین سراغ من. اختیار دارین. راستش چون جاندارما دنبال سلمان میگردن فکر کردم اگه اونجا آفتابی بشم شاید به شما شک ببرن. باریکالله پس خوب میدونی. بله میدانم. الانم اومدین سراغ سلمان. هیچ کس نباید بفهمه اون فراریه. الان کجاست؟ مخفیش کردم پشت طویله خودم. من میرم پیشش. قربان مواظب. نامیده وقتی درست فهمیدی کجا میخواد بره سرارش کار میذاری و کلکشو میکنی. آخه من چطور بفهمم که اون کجا میره؟ جبار بهت کمک میکنه. به جبار سفاره عقیمش کنم تو کوها حسابشو برس. تو فهمیدیم؟ آره. بگیر چشماتو وا کن و مواظب باش تیرت خطا نره. احمدو بکشی آزاد میشی. زیبا آزادی نمونده. موفق باشی. Thank you.
سلامتی رف اونجا. آره بابا ای والا، تو که دین و دل از رفقا بردی. از تو چی؟ از من. والا من همش حواسم زیر دامنت بود، گفتم نکنه یه مرغ ببخشی یه خروس یهو بپره بیرون. من عاشق مرغم. چرا دروغ میگی؟ تو که گفتی از مرغ بعدت میاد عاشق خروسی. آخه میترسم فرار کنه و غمش واسم بمونه. قول میدی فرار نکنی؟ فرار؟ قول؟ مثل این که هیکل ما کار دسته داره. آره آره، روزی که من از دست اون لاتا نجات دادی، از مردونگیت، از شجاعتت خوشم اومد، به فال نیک گرفتم. بعدم دوباره دیدمت، نگات، چشات، رفتار دیوونم کرد، فهمیدم عاشقت شدم. عشق کولیام یعنی زندگیش. امشب مهمون منی، پاشو بریم تو اتاق من. اتاقت؟ آخه چی؟ بس دیگه، بریم، واسه امشب بسه. خیلی ممنون. یارو، مثل این که خیلی هوای ما رو داری. میخوام فال تو یه بار دیگه ببینم. وای 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 وای، چه کف دست شلوغ پلوغی داری. تو این شلوغی نیان کلک ما رو بکنم. آخه بعضی از مهمون خوششون نمیاد. میخوام فالت درست در بیاد. فقط اینو بدون که از وقتی شوهرمو از دست دادم، تو اولین مردی هستی که میای تو اتاق من. جبار بایلا. جبار یه اینجا ببینم. بفرمایید. بگو طرف بیاد پیش ما. او پیش کسی نمیاد. نه فهمیدم. و اون چیه؟ والله سنوبر اختیارش دست خودشه. ویلا من به هر کسی رو نمیدم. خب مرمه پشو خوش بریم عزیز. آقا ببخشی تشریف میبریم. خب بله دیگه. تنها؟ والا تنها که صفا نداره. بریم عزیز. آقا اینجا چه خاکیه؟ آره این برم خاکیه. ای بابا میخوای بتکونمش؟ خب چرا نه، با تکوندش. اما این که خاکی نی؟ خاکیه؟ نه اصلا خاکی. ها اینا ولشون کن بیا بریم. اینا آدم نیستن عوضی ها. اگه گذاشتن امشب به مهمونمون برسیم. اگه قسمت باشه که میرسیم. برو شلو میزبان، برو که بیس سالی داریم. به 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 به، خوش اومدی خروس سحر. بیا که خوب داری میخونی. کلبه من امشب خیلی روشنه چون مردش اومده. چه بوی انبر نسارایی میاد. تویله نزدیکته. آخه مثل این که خیلی تن. به چی؟ بگو واسه این چی؟ واسه این مشته. میشناسیش؟ آره یه دفعه دیدمش. کولیه بای چشش یه بادنجون کشتم. این هوا اگه کمکم کنی پیداش کنی. باشه. کولی واسه عشقش هر کاری میکنه. اگه اینجا باشه خودم پیداش میکنم. شاید تو اون کولیای بالای کوه باشه. ولی به شرطی که قول بدی از پیش من نری. قول؟ من نمیتونم. من دنبال تقاسم. زندگی یه آدم بیگناه، یه زن و بچه بی سرپرست منو کلافه کرده. تو جای من بودی چی کار میکردی؟ وقتی میدیدی یه بچه بهت التماس میکنه و پدرشو میخواد، یه زندگی آزاد میخواد، یه زن داره سرپرستشو از دست میده، خودشم داره خون برادرش پامال میشه، چی کار میکردی؟ خواهی جز انتقام حرفی داشتی؟ من قول دادم پدر اون بچه رو بهش برگردونم. با خودم عهد کردم یا انتقام خون برادرمو بگیرم یا به دست همون نامردایی که برادرمو کشتن کشته بشم. حالا عزیز دلم بیا استراحت کن، خودم بهت کمک میکنم. فردا صبح میریم همه جا رو میگردیم. تا صبح خیلی وقت داریم. آخه بیا آخه دراز بکش. آخه اگه بدونی چقدر کشته مرده دارم آقای ریش. ولی میبینی که خودم کشته مرده تو هم. ببخشید
مشتی اینجا کجا میشه یه اسب گیر آورد رفت بالای کوه؟ اون پایین یه نفر سه چهار تا اسب داره، میشه یکیشو کرایه کرد؟ پول بهش بده، چرا نمیشه؟ ای زنده باشی، مرحمت زیاد. ببخشین آبجی ها، این یارو که میگن اسب داره کجاست؟ اون پایینه، 200 قدم پایین تر. نره من بازی مبنوات میخوام. بترکی با اون شکم.
به این شانس بیاد. کشته که چه ارز کنم، دینامه تیکه تیکش کرد. آفرین آفرین آفرین. حالا باید چیکار کنم؟ دیگه کاری نداری بجز اینکه چند روز صبر کنیم، سر صدا ها بخوابه، نشه آمده پیدا کنم، زخم صورتت هم خوب بشه. این وامونده میگه حالا خوب میشه. شما یه ترتیبی بدی من زودتر از اینجا برم. تو بودی این کارو میکردی؟ من از کجا بفهمم تو راست میگی؟ اینا که گفتی فعلا یه مش حرفه، باور کردنش مشکله. اگه تو راست میگی چیزی به آزادی نمونده. احمد که کشته شد، ناصرم تا آخر عمر تو زندونه. من کجام؟ من کیم؟ اون کی بود؟ اون کیه؟ اینا چی میخواد؟ فریدون 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 صدا صدای چیه؟ اون تو گوشم اون صدا. نه نه یاد جلو، نه یاد جلو، نه. تو تب داری، بلند نشو، تو باید استراحت کنی. من کجا؟ من کجا؟ من اینجا. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ من کیم؟ چقدر قشنگی، خوشگله قشنگه. منو میگی؟ کیو میگم؟ آره، مخصوصا هم دیواراش بلنده. چه رنگی، چه اتاقی، چه قشنگ. احمد منم. منو نگاه کن، من سنوبرم، تو منو میشناسی؟ قد ناراحت زن و بچه من. اگه منو ببرن بچم دق میکنه. پس احمد که میگفتی چی شد؟ باز اگه اون بود کمکت میکرد. خدا باید به من کمک کنه. اگه ببرنم اهواز، زن و بچم آواره میشن. 10-15 سال کم نیست. آخه چرا کسی باور نمیکنه من بیگناهم؟ از بس همه گفتن ما بیگناهیم، منم با 4 فقره سرقت و 2 تا چاقوکشی میگم بیگناه. کاش منم مثل تو لااقل مقصر بودم. اما به علی قسم من بیگناه. لااقل برین دنبالش ببینین چی شده. هر چی باشه اون برادر شوهر من بوده. مریم خانم معذرت میخوام. شما الان در وضعی هستین که من نمیخوام چیزی بگم که در روحیتون اثر بذاره، و الا میگفتم ما هر چی میکشیم از دست شما میکشیم. عشق شما، شوهر شما، کسی رو که از روز اول به عنوان یک مهندس به این کارخونه آوردین. جمشید خان شما دیگه چرا؟ شما چه ضرری دیدین؟ یه ضرر غیر قابل جبران. اون همه کارگرا رو نسبت به پدرتون بدبین کرد. این چه حرفیه؟ ما که هر چی خواستن دادیم، کسی رو ناراحت نکردیم که قصد دشمنی با ما رو داشته باشه. اونا که قانع نبودن و بیشتر میخواستن، خرابکاری رو شروع کردن، فریدون رو کشتن، اونم توسط ناصر. جمشید خان، ولی من میگم کار اون نیست، قتلم اتفاقی نبوده، باید گشت دنبال قاتل حقیقی. بسیار خوب، پس کارخونه رو تعطیل کنیم و بگردیم دنبال قاتل. آقای آذری، من زیر بار این حرفا نمیرم. پول و سرمایه من داره از بین میره. 50% این کارخونه مال منه. 2 روز دیگه به شما مهلت میدم، یا سهم منو بخرید یا سهم خودتون رو به من بفروشید و از اینجا برید. تو دنبال کارش. اون خون برادرش واجب تر از من و توه. نه ناصر، اون به منصور قول داده بابات آزاد میشه. من باید برم به محله کولیا، شاید بلایی به سر احمد اومده باشه. زن، بذار به بدبختی خودم بمیرم، میری اونجا یه بلایی سرت میارم. نه ناصر، احمد میخواست به ما کمک کنه.
اگه اون قاتل برادرشم بگرده و پیدا کنه، مگه نه اینکه تو آزاد میشی؟ یه خورده فکر کن. اگه زبونم لار تو محکوم بشی، اون رضایت بده، کمتر زندونی میکشی. نمیدونم چی بشه. برو با رئیس پاسگاه صحبت کن، اون بهتر میدونه چی کار. خب باشه. خدایا چیه که به داده من برسه؟ من کجام؟ اینجا؟ پیش من؟ تو کجی هستی؟ سنوبر؟ سنوبر دیوونه، دیوونه عشق تو. عشق من؟ من از کجا پیدا کردی؟ اینجا کجاست؟ اینجا عزیزم، اسمت احمد عزیزم. احمد، یادت رفت اون شب تو اتاق من بودی؟ اون روز اولین بار که منو از دست اون گردن کلفتا نجات دادی، من گفتم آقای ریش، گفتی نه یا پیش. عجب حکایتی، چه قصه قشنگی. دختر، اینایی که تو میگی من حتی تو خوابم ندیدم. ایوه، یعنی حرف بزن از گذشته من، از رفتار من، یه چیزی بگو. شاید منم یه چیزی یادم بیاد. میخوام بفهمم کجا هستم، بفهمم چی هستم، اهل کجام، از کجا اومدم، اینجا چی کار میکنم. من یادش نمیاد، حالا مال من میشه بدون گذشته. زن کجای لامس؟ اینجا اینجا بیا بخور، من نمیخوام کسی تو رو بشناسه. چرا نشناسه؟ چرا نشناسه؟ اگه بشناسه چی میشه؟ چی میشه اونجا ما بشناسن؟ آخه تو رو از من میگیرن، الان دشمن ها دنبالتن. بفرما، اگه گذاشتم احمد و عمم بگیرم. دشمن؟ مگه من چی کار کردم؟ هیچ. واسه اینکه منو دوست داری. کی گفت من تو رو دوست دارم؟ من حتی خودمم نمیشناسم. میشناسی، چند روز صبر کن خوب میشی. هر کسی نباید بفهمه تو کی هستی. ولی خودم که باز بدونم. باشه عزیز دلم، اما حالا نه، نظر بهتر بشی. من میبرم از خونه خودم. احمد خیلی دوست دارم. الهی قربون شکلت برم، تا من نخوام هیچ کس نمیتونه تو رو پیدا کنه آقای ریشم. ببخشید سرکار، احمد وقتی خواسته بره پیش شما نیامده، به کسی حرفی نزده، زنی نبوده. آخه اگه بلایی به سرش اومده بود لاغل نهشش باید پیدا میشه سرکار. بله نظر منم همینه. دو روز بیشتر وقت نداریم، باید ناصر رو ببرم اهواز. سلام. سلام جناب رئیس. از احمد آقا خبری نشد؟ اونو پیدا نکردیم؟ نه، فقط اسبیر که احمد برده بالای کوه تو محله کولیا پیدا کردن. خدای بزرگ، نکنه اونو کشته باشن؟ سرکار چرا نشستین؟ اون رفته بود پیش کولیا دنبال قاتل بگرده. چی کارش کردن؟ اونو بلای سرش رو بردن. پیش کولیا؟ تو از کجا فهمیدی؟ روزی که رفت پیش کولیا، شب قبلش یه نفر تو اتاق میخواسته بکشتش. جمشید خان، مگه شما خبر نداری؟ من؟ نه. تو از کجا فهمیدی؟ خودش به من گفت. سرکار تا دیر نشده بریم به محل کولیا، بالاخره یه نفر اونو دیده و باهاش حرف زده. تو اطمینان داری؟ بله، من با خودش حرف زدم.
شب راست میگه سرکار. اگه محل کوریا رفته باشه مردم اونجا دیدنش. بریم سرکار، جون یک انسان دیگه در خطره، باید اقدام کرد. اگه زنده نباشه نشش که باید پیدا بشه. بسیار برو با من. گروه باز مواظب این بچه باش، محرم در میگردیم. تو هم پاشو بیا. بفرمایین جمع شد. سلام سرکار، بفرمایید. ببینم آقا، یه نفر تازه وارد ندیدی؟ قربان، از جبار بپرسید. مثل که خبرهایی هست. چیزی دستگیریتون شد؟ احمد اسبو از این دختر گرفته بوده، اسمش سنوبره. درسته، من اونو تو آبادی با احمد دیدم، با هم حرف میزن. الان از خودش میپرسن. اگه راستشو نگه همین الان توقیفت میکنم. میگن تو اونو دیدی. ای مگه شما حرف سرتون نمیشه؟ من چه میدونم، اونم مثل همه اون شب اومد، صبحشم رفت. تازه اسب منم دوزی. خانم جون خواهش میکنم، یک کلمه حرف، یه راهنمایی شما خیلی به ما کمک میکنه. همون که گفتم، چرا ولم نمیکنین؟ ای ماشین واسه خریدم، خب دست بابا تا میتونم واسه باز کنم. سعی کن بیارش پیشه بچه باشین. جنبار تو هم بیا. برای کنار. یا الله حرف بزن.
اگه معلوم بشه تو با اون دست داشتی، تا آخر اون باید گوشه زندون بمونی. اون یه فراریه. اگه تو بهش کمک کرده باشی، شریف جرم محسوب میشی. شماها بی خودی دارین وقت میگذرونین. اون اینجا نیست. باشه، ولی نه باید. نه، تو رو دیگه از دست نمیدم. اگه تو کشته شدی، منم باید کشته بشم. یالا جون بکن، تو برو، چارنل برو. دی برو دی. ببینم نمیگم وایسا با خر افتادی دنبال اصل که نمیگن یکی در میان ناقص العقل کار خلافی که نکردم دنبال یه مرد ریشو میگردم من که قول ندادی برگردی اومدم تا راد نزدیکتر شی تو نباس بیای دنبال من میفهمی؟ میترسم همه این نقشه‌هامو به هم بزنی را بیاف برو منتظرم باش باش میرم خدا پشت و پنات حالا شدی بچه خوب برگرد برو با امید دیدار اینجا وای نستینا جفتتون را بیافتیم بریم شنیدی چی گفت؟ گفت برگردی چرا هیچی نمیگی؟ ای کجا داری میری؟ گفت برگرد تو هم برگشتی؟ فقا که اولاغی خاک تو اون سرت کنن برو گم شو اگه منم برگردم تو هم بی خود نیست که بهت میگن اولاغ بابا تو دیدی؟ خیالت راحت شد عزیزم قربونش برم من بیش از 700,000 تومان نمیتونم به تو بدم سهم من 50-50 است آقای آذری من نمیتونم تا آخر عمر منتظر پیدا شدن قاتل فریدون یا احمد باشم این مربوط به خانواده شماست نه شرکت هیچ کس هم حق دخالت نداره ولی جمشید خان من حق دارم دخالت کنم چون کارخونه متعلق به پدر منه بسیار خوب حالا که شما خودتون اینقدر محق و همه کار میدونید و هیچ توجهی به سرمایه من به احساس من کارایی که برای شما کردم حتی به عشق من ندارید تا فردا تکلیف خودم رو معلوم میکنم اون وقت برنده بهتر میتونه زن این چه زنده است بیشور اگه نگفتی احمد کشته شده باور کن خودم دیدم کوه منفجر شد سنگاری کوش لابد اون رو بشه
حقته که هم یارم با یه گوله نفتت کنم. آخرم این کارو میکنی. تو نمیخوای من آزاد بشم. برو گورتو گم کن تا نیومده سراغه. دلم میخواست همین الان میتونستم نشده بندازم رو زمین. فورم برو جیپو ورد برو. طوری وانمود کن که جیپو داری میدوزی. گم شو. چه برسه نیزار خوزستان؟ کجایین؟ فرستا بیچاره وای سازی یا افتادی تو هچند فرستا بگم امر 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 کجایی دختر؟ آب گرفتم بابا گرفتم مادر مردی خوشم اتا آقایی رمزتت داغونه نکردم باگه بیا آقایی من با این بچه چی کار کنم؟ سب کنی بچه هم دق میکنه با نون که این حرفا سرشته میشه برو گروه با نازی سب کنی سب کنی گروه بان اونجا چه خبره؟ مزرعه داره میسوزه قربان بس برو به طرف آتیشا چشم برو فرار کن نزم فرار کنه سنو بر بپا دامنه داتیش نگیره اتفاقه اسمه داریون بشه بودو باشتا باشتا نفر نکشتا من نزم فرار کنه با آخر کلک در بهت بگیرش باشتا نه میکشم نه 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 برش من بره من بره من خودم الان چپ و راستش میکنم ایش حالا راحت شد این همون کسی بود که اون کم خواست منو بکشه آه داشتیم کباب میشدیم احمد بالاخره قاتل برادر تو کشت آره قاتل برادرم اما کاش قبل از مرگش حرف زده بود شاید تنها اون قاتل نبود اگه نبود پس چرا اونچه میخواست شما رو بکشه؟ حتما کار خودش بوده نه جونم، نه جمشید خان جون اینطور آدم ها عجیرن
این ماشین کوکی، وقتی کوکشون کردی هر طرفی بخوای میرن، وقتی هم کوکشون تموم شد تو گل وا میمونن و هر چی که نباد بگن میگن. حق با شماست، کاش اینم گفته بود. ده؟ گفته بود؟ امتحانش مجانیه. آقای ریش خوشو بیا پیش. چش قربان اطاعت. خوشو خوشو گاوت زایده، حالا یه حرفی بزن که جناب آقای جمشید خان خوششون بیاد. تو به من گفتی فریدونو بکش، منو اجیر کردی. تو گفتی احمد از بین ببر، واسه خاطر ثروت آذری مریم زن فریدونو میخواستی اونو تصاحب کنی. چه رو من قش کردی؟ فرار کرد احمد، فرار کرد. بیگی اون الان میده پولاشو برداره، میده انبار بیبرین. شما ها همین چه باشی تا طرف دور نشده، من میرم دنبالش. شما بریم به آقای آذری خبر بدی. هم باشه، برو شما قاعد میشه. نه تو رو خدا صبر کن. ای وای، اون اگه بره انبار جمشیدو میکشه. پس من میرم پاسگاه به گروبان خبر بدم. بله تنها میری پاسگاه؟ بله. نه جونم بفرما، با هم میریم. را بیافت ده جون بکن دیگه. برو با هم نیکرد دوزر رو گیره بردم. سرکار عجله کن، قاتل جمشیده، احمد رفته انبار که اونو بکشه. من لاشت دادم. بیا برا پدر خودت، خدا بیا پر دوزی مادیتی دنبالت میگردم. گروه بار برا انبار کارخونه. مرد بودم و مردونه را می رفتم و مرد می دیدم، اما وقتی چشم وا کردم تو رم دیدم. بگو کی هستی، یه لحظه مرد باش. مردونه بگو، تو مردونه بکشم. بیا جلو. نکشته باشدش. بیچاره ناصر 10-15 روز مفت و مسلم زندونی کشید. جمشید کجاست؟ برین تا میتونه حرف بزنه به شما بگه مقصر خودشه. احمد ناراحت شدی؟ نه برعکس راحت شدم. بابا جینی خوش گیرم دست تو با کردم. ناصر تو آزادی، ولی تا دستور بعدی نباید از حوزه استفاضی ما خارج بشیم. خب آقای آزاری، از حالا دوست و دشمن خودتون رو بهتر بشناسید. از احمد آقا ممنون باشید. از خدا ممنون باشین که عدل و دادش دنیا رو برداشته. ما سگ کی هستیم؟ خب ما رفتنی هستیم و باید بریم. علی بله آقای ریش. فرمایش. کجا؟ ای دیگه قربون شما. نه خیر دیدی شما، مگه ما قاقیم؟ بفرما.